بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما، به امید اینکه در این عصر بسیار زیبا کنار کانون مصفای خانواده و دوستان خوب و خوش باشین و قدر این با هم بودن ها بدانین، چون خوشبختی یعنی همین کنار هم بودن ها، دوست داشتن ها، و خوشبختی یعنی همین لحظات، همین ثانیه ها، همین که ما با هم مهربانیم، همین که ما گذشت میکنیم و همین خوبی ها و نیکی هایی که پیرامون ما گرفته، اینا همه خوشبختی است. و بالاخره خوشبختی یعنی خدا، خوشبختی یعنی من، یعنی تو، یعنی همه ما. به امید این که خوشبخت و سرفراز باشین برنامه امروز رو شروع میکنیم، و خوشبختانه که ما هم امروز در کنار خود مهمان بسیار گرامی داریم، جوان بسیار پرتلاش و مستعدی که به خاطر رسیدن به اهداف و آرزوهای خود بسیار تلاش میکنن و تازگی ها شروع کردن به کتاب و مطالعه کردن. و بدون شک که امروز و هم صحبت شدن با اینها برای ما و همه شما عزیزان انشاءالله که لذت بخش میباشه. خانم سومیه احمدی، خوش آمد میگین به برنامه، انشاءالله که صحتمند باشین. سرآغاز صحبت به نام خداست که بخشنده و مهربان کبریاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت شما خانم غفوری عزیز و همه دوستانی که بیننده برنامه خوبسان هستن. خوشحالم که در کنار شما هستم. تشکر، ما بیشتر خوشحالم. خانم احمدی، امروز مهمان بسیار گلی داریم که بالاخره شروع کردن به کتاب خواندن و مطالعه کردن، و خیلی خوب است که امروز با شما خاطرات داشته باشیم و برنامه های تان رو بیشتر بفهمیم و بدانیم که چه مصروف چه کاربار هستیم. اما قبل از همه چیز، بانو سمیه احمدی کیست؟ ممنونم. سمیه احمدی هستم، متعلم صنف دهم در یکی از مدارس شهر هرات. بسیار خوب. و خب طبیعتاً که انسان ضمن این که درس های مکتب رو بخونه، فعالیت های دیگه هم می داشته باشه. شما مصروف چی برنامه ها و چی کارها هستین در این روزگار؟ بله، البته من ضمن از این که مصروف یادگیری مزامین در مدرسه هستم، بله، در یکی از تایم ها در روز در یکی از آموزشگاه ها مصروف خواندن زبان انگلیسی هستم، و در همه آموزشگاهی که مصروف خواندن زبان انگلیسی هستم، کماکان در بخش تدریس هم با مدیریت از او همکاری دارم، و در پهلوی از او من خیلی علاقمند به شعرخوانی، کتابخوانی، در کل نوشتن و خواندن هستم. و در پهلوی از او من علاقمندی زیادی به شعرخوانی و کتابخوانی دارم، و در کل علاقمند به نوشتن و خواندن هستم. بسیار خوب. و مدتی میشه که من در یکی از صنف‌های نویسندگی هم اشتراک کردم، در یکی از صنف آنلاین بود. خیلی خوب، موفق باشین انشاءالله خانم احمدی. و خب ایر بریم و بگین که در کنار از خب بحث صنف انگلیسی که شما مصروف به درس خواندن هستین، کتاب هم حتما مطالعه میکنین دیگه، چون گفتین در ابتدا که شما تازه وارد این عرصه شدین. و چی کتابی در ابتدا مطالعه کردین؟ اون کتابی که شروع کردین بالاخره به خواندن؟ خب دقیقاً درست دنیایی که اولین کتابی که من شروع به مطالعه کردم، کتاب محمد فاتح قدس بود، که این کتاب خیلی انگیزشی، خیلی سلیس و روانی بود برای من که تازه شروع به کتاب خواندن کرده بودم. و این کتاب من ترغیب کرد که کتاب های دیگه هم تهیه کنم و اونا رو به مطالعه بگیرم. پس در مجموع میتونیم حساب بکنیم چند کتاب تا حال مطالعه کردیم؟ خب مدت 2-3 سالی میشد که من به این فکر بودم که وقتی که من دوست دارم بنویسم، بخوانم و یک نویسندگی خوبی باشم، بالاخره بنویسم. به این فکر شدم که باید یک در اول یک خواننده خوبی باشم، و این شد که من شروع به مطالعه کردم. و کتاب هایی که من مطالعه داشتم در کل میشه گفت حدود 500 کتاب برای که تازه شروع کردم مطالعه داشتم. و او کتاب ها هم کتاب های شعری بوده، اجتماعی بوده، انگیزشی و روانشناسی بوده. پس ما دوچار اشتباه شدیم خانم احمدی، چون شما گفتیم که تازه شروع کرده، ما گفتم حدودا شاید یک دو کتاب مطالعه کرده باشیم. پس به این مدت کم این همه کتاب واقعا حجم زیادیه. و در طول همین چند ماه این کتاب ها رو مطالعه کردیم؟ بله، میشه گفت از آغاز
سال 1403 بسیار خوب. من وقتی شروع کردم به مطالعه خواندن در کل میشه گفت همین تعداد. و فکر می کنم رمز موفقیت شما برای از اینکه همه کتاب را خواندیم این باشه که کتاب های بسیار روانی را انتخاب کردیم برای بله شروع، تا هم باعث دل زدگی شما نشه و هم بتونیم که پیش بریم و کتاب های بیشتر بخونیم. خانم احمدی، قبل از اینکه کتاب شروع بکنیم به مطالعه کردن، یعنی زمانهایی که بالاخره به فکر بودیم که باید کتاب بخونم، باید پیشرفت بکنم و در این مسیر باید گام های محکم تری بردارم، چه حس و حالی بود؟ چه رقم سطح تحصیلی شما در چه اندازه بود تا حال که حدود چند کتاب مطالعه کردیم؟ بله درسته. خب من وقتی که دریافتم که واقعا خیلی علاقه شدیدی نسبت به خواندن و نوشتن دارم، وقتی که من میخواستم شروع به نوشتن کنم یا بالاخره بنویسم، مثل این میموند که یک حرف هایی در ذهن من هست بله. ولی سواد نوشتن از اونار ندارم. اینا چگونه بریزیم روی ورق؟ بله دقیقا، چون به این خاطر بود که من متوجه شدم که واقعا واژه ها کم و تکراری بود و بسنده نمی کرد. دقیقا همین قسمی بود، من فکرهایی در سر خود داشتم یا چیزهایی داشتم برای نوشتن ولی انگار ای که سواد نوشتن از اونار نداشتم که بر روی ورق جاری کنم اونار. خب همین شد که پروسه مطالعه کردن و کتابخانی من جدی شد از شروع این سال 1403 و من شروع به کتابخانی کردم و چند کتاب تهیه کردم. شیوه نوشتن شما چی شکل می باشه؟ خب من وقتی که مطالعه می کنم و اینا، خب حتما از اون کتابی که می خوانم برداشتی دارم و موضوعاتی که می خوانم تحلیل می کنم و با واقعیت هایی که در جامعه ما هسته اونا مطابقت میدم و درباره از اونا خودم و احساساتم می نویسم. چون واقعا یک نویسنده برای خود هم می نویسه، برای مخاطب خواهم می نویسه، ولی من اول خود راحت میکنم، برای خودم می نویسم، بعد برای مخاطب خود می نویسم، چون یک نویسنده برای مخاطب خود می نویسه. خانم احمدی، قبل از این که وارد دنیای کتاب و مطالعه بشین، خب در قسمت مزامین مکتب فکر میکنیم به سنده نمیفکر، مثلا همون کتاب های چند مزمینی که حاصل بخوانیم دیگه، باز امونا هم حجوز مطالعه نمیشد حساب بشه. بله درسته، اما وقتی که من در مدرسه هستم و بودم، خب نیاز میشد که در کنار این مزامین کمک درسی بگیرم و حتی همون وقتی که من مصروف خواندن انگلیسی بودم به ما گفته میشد که باید مقالاتی و جملاتی بسازیم و اونا تبدیل به انگلیسی کنیم. خب اونجا هم احساس میکردم که یک خالیگاهی هست و باید شروع به مطالعه بکنم و بخوانم. خب درسته از اونا هم ما میتونیم یک مطالعات داشته باشیم، مطالعات عمومی معمولا ما داشتیم در وقتی که ما مصروف خواندن زبان انگلیسی بودیم، ولی نیاز بود یک خالیگاه بود باید. در کنار از یک عنوان در یک درس بریم و شما داده میشه، در کنار از این معلومات بیرونی داشته باشیم، خوندن علانور میشه واقعا. و در کدام قسمت علاقه مند هستین در بحث محتواهای کتاب ها؟ یعنی چه سبک از کتاب ها بسیار دوست دارین که مطالعه بکنه؟ در کل کسی که میخواه بنویسه و میخواه یک نویسنده در آینده بشه، باید از همه چیز بخونه، از همه چیز بفهمه، چون یک نویسنده برای مخاطب خود می‌نویسه و متن‌ها یا نوشته‌هایی باید بنویسه که مخاطب وقتی می‌خونه خود در او قالب حس کنه و خود راحت حس کنه و یک رابطه‌ای با نویسنده داشته باشه. خب من همه سبک‌ها و محتواهای کتاب را کوشش می‌کنم که مطالعه داشته باشم، ولی من خودم شخصا در این مدتی که من مطالعه داشتم، خود بیشتر در سبک ها یا محتواهایی از کتاب بخشای روانشناسی، انگیزشی و اجتماعی خود بیشتر راحت احساس میکنم. بسیار خوب. و چی هدف داریم در آینده که به همین منوال پیش بریم، کتاب بیشتر مطالعه بکنیم یا نه فکر میکنیم که یک محدود کتاب هایی که در حد نیاز باشه؟ چون متاسفانه حالا خب همین رقم است، چند کتاب که انسان مطالعه میکنه احساس غنامندی میکنه، فکر میکنی بسنده دیگه چند کتاب شد مطالعه کردم؟
درسته، ولی یک چیزی که برای من خیلی جالبه، برعکس هر روزی که من دارم مطالعه میکنم، هر روزی که میخوانم، بله مثل این میمونه که بیشتر تشنه فهمیدن بعضی چیزها هستم، حتی اگر تکراری باشه. بسیار یعنی بسنده نمیکنه چند کتاب من بخوام بخوانم و همونا رو بس کنم، بگم همینقدر بسه. وقتی که من کتاب مطالعه میکنم میفهمم که بیشتر نیاز هست، بیشتر میخوام مطالعه کنم، بیشتر میخوام بفهمم. واقعا در کنار از اینکه من خودم دوست دارم مطالعه کنم، یک ذهن کنجکاوی دارم درباره بله که بسیار بفهمم عالی و دوست دارم بیشتر، حتی اگر تکراری هم باشه، موضوع بیشتر بدانم بسیار درباره از او و روی از او تحلیل بکنم. خیلی هم عالی. انشالله که همه چیز اگر در ذهن شما به عنوان پرسش و نامفهوم هست همه دست پیدا بکنیم، مطالعه بکنیم و بالاخره خود به تمام آنچه که میخواییم برسانیم. خانم احمدی، من در قسمت فلان از شما پرسیدم، مثل که یا فلان نداریم یا میخواییم که فلان رو پیش خودتون اختیار بکنیم. نه اگر فلان داشته باشیم برای کتب بیشتر ازی که در آینده مطالعه بکنیم هم برای ما بگین، ما هم یاد بگیریم بالاخره بیشتر مطالعه بکنیم. بله حتما، چرا که نه. یک زندگی یک انسان باید همقدر منظم باشه و پلان هایی داشته باشه تا بله به او موفقیت هایی که میخواد برسه. خب همونطور که قبلا گفتم، او تعداد کتاب هایی که من خواندم بسنده نمی کنه و باید بیشتر خواند. خب من وقتی که میخوام یک نویسنده خوب باشم یا در آینده یک نویسنده ماهر باشم، باید ذهن من سیر از واژه ها و داشته ها باشه و من انشالله که برنامه ای ریختم همین روزا پیش خودم و کتاب هایی تهیه کردم و کتاب هایی هم دارم پیش خودم که باید شروع به مطالعه اونا کنم. بسیار خوب خانم احمدی، انشالله که در تمام عرصه‌های زندگی موفق باشین و به مسیر بسیار خوبی قدم گذاشتین، مسیر کتاب و کتابخانی نه تنهایی که مسیر بسیار روشنی است، دوست خوبیه و بالاخره میتونیم روی شخصیت خود کار بکنه انسان، روی افکار خود کار بکنه انسان از همین طریق و حتی کمک دست میشه به انسان برای رسیدن به اهداف دیگه و تحقق رویه های دیگه، چون مربی و رهنمای بسیار خوبی کتاب. و به امید اینکه همیشه در همین عرصه خوب بدرخشیم، خوش بدرخشیم و این آرزویی که شما داریم که میخواییم بالاخره در قسمت نوشتن هم کار بکنیم وظیفه بسیار مقدسه و انشالله که روزی بشه شما در همو قله های موفقیت و در همو اهدافی که دارین و به مو اهدافی که دارین برسیم، ما هم ببینیم و انشالله یک برنامه خیلی متفاوت تر باز با شما داشته باشیم و روی نوشته های شما صحبت بکنیم و این که آغاز کار هست، انشالله که شما به قله های پیروزی و موفقیت ببینیم. اگر که حرفی باشه، حدیثی باشه، مایک و کامری اصلاح در خدمت شما. خیلی ممنون، خوشحال هستم که امروز در کنار شما بودم و ممنون که دعوت. تشکر از شما هم خواهش میکنم. ما هم خیلی خوشحال شدیم و افتخار است که جوانان مثل شما رو در جامعه خود داشته باشیم، کسایی که به خاطر رسیدن به اهداف آرزوهای خود افکاری در سر دارن و بالاخره اهدافی میریزن. به امید این که موفق باشین همیشه. بسیار تشکر از شما عزیزانی که بیننده این قسمت از برنامه عصر حریوا بودین و عده از عزیزانی که فکر میکنین شما هم باید شروع بکنین و برای تحول خود و زندگی خود کاری بکنین، همین لحظه و همین نقطه جاییست برای شروع یک مسیر تازه و تحول جدید. به امید موفقیت همه شما عزیزان این بخش از برنامه رو به پایان میرسانیم. وقت همه شما خوش، خدا نگهدار.